خیر، میتونم بیام تو؟ صبح بخیر. حتما بفرمایید. تو میتونی بری. یه کتاب براتون آوردم، حتما خوشتون میاد. آه، خیلی ممنونم. قهوه میخوری؟ میخورم. کاتیا؟ قهوه. چشم خانم. راستشو بخوای میخواستم در مورد موضوعی با حرف بزنم. خوب شد که اومدی. اتفاقی افتاده؟ در مورد موضوع بشیر و نهال. نمیدونم چی بهت بگم. چرا؟ مگه بین بشیر و نهال چیزی شده؟ به خاطر همین میخواستم با حرف بزنم. خب دیگه، خداحافظ شما. مواظب خودت باش. تو هم همینطور. تو هم اشخاطه نمشتی؟ آره، نداشتم. بری. دوست داری بیای جلو بشینی؟ نه، همینجا راحتم. نهال، من خیلی ناراحتم. چطوری رنی؟ من تو راه هم عزیزم. مسئله های شیمیا حل کردی؟ خوب خوبه، تو کمکم میکنی. دیشب چه اتفاقی واسه افتاد؟ راست میگی؟ بله. دوست دارم باهات حرف بزنم. وقت ندارم مهند. سمر، باید صحبت کنیم. فیروزه خانم یه چیزایی به هم گفت. خیلی ناراحتم. تو کجایی؟ همون جایی که قبلا اومده بودی. باشه. فقط دیر نکن. گفتم که بیشتر حواست به نهال باشه لمیس خانوم. میدونید من در این مورد هیچ کوتاهی نکردم. ولی تو نتونستی بفهمی که بشیر نهال رو دوست داره و این درست نیست. این پسر امکان داره مشکل درست کنه. به نظر من باید از این خونه بره. من با شما موافق نیستم. بشیر حساسه. نهال و مرادم اونو مثل برادر خودشون میدونن و من مطمئنم که بشیر هیچ مشکلی براشون ایجاد نمی کنه. بشیر، من از موقعی که بچه بود میشناختمش. شما حتما اونو نمیشناسین و متاسفانه وقتی هم ندارین که بیشتر اونو بشناسین. اگه منظورت اینه که برم، نه، من از اینجا نمیرم. تصمیم گرفتم بمونم. واقعا؟ خب سمر خیلی اصرار کرد، عدنان بیکم همینطور. دیگه چی کار کنم؟ درسته، خبر خیلی خوبیه.
بهت گفتم که بشیر در اولین فرصت باید از اینجا بره. اگه سمر بفهمه یه لحظه هم نمیذاره تو این خونه بمونه. متاسفانه شناخت شما هیچ تأثیری روش نمیذاره لمیز خانم. با اجازتون من یادم اومد که کاری دارم باید انجامش بدم. قهوه چی؟ بعدن میخورم. من خودم به این موضوع رسیدگی میکنم. میرید بیرون؟ سمر؟ سمر کجا داری میری؟ با اجازتون میرم باشگاه. بعدش هم میخوام برم با عدنان نهار بخورم. منم میخوام بیام باشگاه. یه لحظه صبر کن. وقت ندارم. بعدش هم بهت گفتم میتونی با ما زندگی کنی، نه اینکه هر جا میرم با هم بیای. نهار، با من اینطوری رفتار نکن. تو که میدونی حق با منه. با من حرف نزن. چرا اینجوری میکنی؟ یعنی اون احمق اینقدر برات مهمه؟ دستتو بکش. چجوری جرأت میکنی به من دست بزنی؟ چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ من خیلی بهت رو دادم. یادت رفته که کارگر مایی؟ فکر کرده کی هستی؟ چی شده؟ چیزی نیست، اون یه احمقه. فیروز خانم چی میدونه سمر؟ به تو چی گفت؟ گفت که تو از خونه بیرونش کردی، چون خیلی چیز از تو میدونه و
ولی صبح یه چیز دیگه گفتی، چی شده؟ به خاطر تو مجبور شدم کاری که مامانم میخواد رو بکنم. اون چی میدونه؟ گفت اگه کارگاه زبون داشت همه چیزو میگفت. دیدی با من چی کار کردی؟ از این وضع خوشت میاد؟ وضعیت جفتمون مثل همه. مادرت ما رو دیده؟ میخواد چی کار کنه؟ نمیدونم، همش تهدید میکنه میخواد همه چی رو به عدنان بگه. منم بهش فرصت ندادم با هم حرف بزنم. میدونی اگه چیزی میگفت چه اتفاقی میافتاد؟ نمیدونم مادرت چرا انقدر این موضوع رو بزرگ میکنه. این اتفاق خیلی عادیه. طوری حرف نزن که انگار کاری نکردی. گفتم داری با آتیش بازی میکنی، اومدی تو کارگاه چون من اونجا بودم. تو اینطور خواستی؟ تو چی داری میگی؟ من زنها رو خیلی خوب میشناسم، حتی اگه حرف نزنن. تو دیوونه ای. تو صدام کردی، هنوزم داری صدام میزنی. انکار نکن که دوستم داری. تو زن با احساسی هستی. ازت متنفرم. مطمئنی؟